حضرت عیسی وقتی آمد یهودیا دو دسته شدن عده که میگفتن این حرفش درسته یه عده دیگه میگفتن نه یهودی فریسی یهودی ناصری اونهایی که حضرت عیسی رو پذیرفتن به اونا میگفتن ناصری بعدها دیدن دونه دونه این یهودی ها دارن میرن ناصری میشن چرا؟ چون معجزه دیدن، خیر دیدن، رفتار خوب دارن میبینن خواهام هایی بر ازیاد میکنن تا میتونستن این بدبخت های مسیحی رو ها گفتن یکی از خاخامای خودمون رو باید بریم فرقه بسازه تو اینا یه فردی به اسم شاول که خاخام یهودی بود که تا دلتون بخواد مسیحی کشته بود یهوی رفت تو دمشق رسید اونجا همه رو داد گفت به مسیحی بگید من باشون کاری ندارم یه خبری میخوام من خودم مسیحی شدم اسمش هم عوض کرد گذاشت پل که یونانی شو میشه پولس این شروع کرد تبلیغ کردن گفت کی گفته خدا گفته گوشت خوک نخورید میتونید گوشت خوک بخورید یهودی گوشت خوک نمیخورن ما هم نمیخوریم ها میخورن اینا که شروع کردن گوشت خوک خوردن بعد خاخاما برمیشاشن به یهودی میگفتن میخواد بره توی مذهبی که گوشت خوک میخورن اینا میدن آیه توراته گفتن راست می اینا واقعا منحرفه ختنه کردن پسران در دین حضرت ابراهیمه در یهودیت هم بوده در اسلام هم هست مسیحا ختنه نمیکنه کی بهشون یاد داد پولس این چی و ساخت این چیزی که امروز ما بهش میگیم مسیحیت چون تو فلسطین شاگردای واقعی حضرت ایسا بودن نمیذاشتن دین این کجا گرفت؟ جایی که اونا نبودن اروپا تو اروپا هم برای اینکه دینش خوب پیش بره خیلی عقاید قدیم اروپایی رو دستگاری نکرد تفکرات پیگنیستی داشتن یعنی کافر بودن خرشید رو میپرستیدن زحل رو میپرستیدن سیاره زحل رو میپرستیدن برای همین چی شد؟ اون خورشید پرستی توی اروپا با این دین جدید قاطی شد شد این خورشید پرست ها چه روزی براشون مهمتر روز سال بود؟ روزی که ده. از اون روز شب دیگه چی بشه؟ کوتاه بشه روزها بلند بشه میشه که؟ شب یلدا دیما اینو میگفتن زاد خدای خورشیده خدای خورشید تو زمستون رفته میخواد دوباره برگرده هر ساله 17 دسامبر رو جشن میگرفتن هف... یک هفته جشن میگرفتن خدای زراعتشون بود چیا برایشون مقدس بود هر چیزی که به خورشید ربط داشت چیزی که نماد جاودانگی بود تمام درختها زمستون از بین می‌رفتن جز کدوم درخت باریکل برای خورشید پرست مقدس بود کاجا اومد تو کریسمس و ازش شروع کردن خورشیدای کوچیک آویزون کردن 17 دسامبر یه هفته جشن می‌گرفتن روی 17 هفته اضافه کنیم میشه چقدر 24 و 25 دسامبر بعضی 26 دسامبر جشن می‌گیرن ارمنیای ما و مسیحای ارتدوکس شرقی روسا ژانویه رو جشن میگیرن اینا بهشون اختلافی شده دیگه حضرت مسیح من بررسی که خودم انجام دادم هر چه باشه قبل مهر ماه به دنیا آمده یعنی خدای خورشیدی که تازه می پ... تا قبل میپرستیدن در قامت مسیح پرستیدن یعنی مسیح شد اما خدای خورشیدشون جالب بدونید در دو قرن اول در مسیحیت اصلا شما حق نداشتید جشن تولد بگیرن برای حضرت عیسی جشن تولد گرفتن برای حضرت عیسی رو اینا کار شرکامیز میدونستن بعد میدونستن میگفتن این پیگنیستیه این مال کفاره از دیویست و بیست و یک میلادی اینا رو شروع کردن یکی از کشیشاشون یه فرمانی دادون کتابی نوشته شده و دیگه شد این مسیحی که پیغمبر خدا بود رفت شد خدای خورشید این ماجرای سه روز مردنش پس از صلیب شدن و دوباره زنده شدن خدا دقیقاً بیاید برید ببینید در اروپا هست تو قصه های اروپایی ها که خدای خورشید کشته شد و پس از سه روز دوباره زنده شد اینا آوردن مسیحیت رو ترکیب کردن فلز ما بعد از حضرت مسیح دو تا مسیحیت داریم یه مسیحیتی که پیرو شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن بهش گفتن ناصری یه مسیحیت هم که این پولس ساخت فرقه ساخت شدن چی پلیسی تا سال هم با هم اختلاف داشتن تا کی تا زمان اسلام اسلام که اومد اون مسیحی های ناصری همه مسلمون شدن اون مسیحیت ناصری مسیحیتی بود که وعده داد به رسول خدا